در آستانه دوره جدید مذاکرات رژیم آخوندی و کشورهای پنجه به علاوه یک بر سر توافقنامه ژنو که از روز 28 بهمن ماه در وین شروع خواهد شد، رژیم از زبان عراقچی نگرانی خود را از این مذاکرات ابراز داشت. عراقچی در این باره گفت: مذاکراتی سختی خواهد بود. موضوعاتی که در دستور کار هست، چه مربوط به هسته‌ای، چه مربوط به تحریم‌ها، موضوعات سخت و پیچیده است. زیاد خوشبین نیستیم. معلوم نیست چند ماه طول خواهد کشید. ممکن است 6 ماه تا 1 سال طول بکشد. معاون وزیر خارجه رژیم بر حفظ مراکز هسته‌ای رژیم که مورد گفتگوست تأکید کرد. تخت‌روانچی در گفتگو با تلویزیون فرانس 24 گفت: خطوط قرمز قطعی ما این است که بسته شدن هیچ کدام از تأسیسات فردو، عراق، نتن و یا هر سایت دیگری که ما داریم را نمیپذیریم و مطمئناً عراق یکی از آنهاست و ما نمیتوانیم حتی فکر و ایده تعطیلی عراق را بپذیریم. آخوند محمود نبویان عضو مجلس ارتجاء در مورد توافقنامه ژنو گفت: این توافقنامه 5 بخش شامل مقدمه، گام اول، گام میانی، گام نهایی و نتیجه دارد. در گام اول تقریباً هسته‌ای را واگذار کرده. نصف نتنز، 3/4 فردو، آب سنگین عراق که خط قرمز رهبری بود و کل عراق را واگذار کردیم. تولید سانتریفیوژ، UCF اصفهان و لوله‌های سوخت و همه را تعلیق کردیم. به دنبال حمله باند خامنه‌ای به آخوند روحانی مبنی بر بی‌ثبات خواندن منتقدان قطعنامه ژنو، سخنگوی آخوند روحانی طی یک مصاحبه از این گفته عقب نشینی کرد و گفت: صحبت‌های آقای روحانی در یک محیط دانشگاهی مطرح شد و ایشان به هیچ وجه نگفتند که منتقدین دولت کم سوادند، بلکه از جامعه دانشگاهی دعوت کردند که به جای ارائه پراکنده نظرات به صورت کتبی سخن بگویند، که این ایده بسیار سنجیده بود. خبرها را ادامه می دهیم. دولت هند رژیم ایران را از تسهیلات دریافت ویزا در هنگام ورود محروم کرد. سایت حکومتی تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی با عنوان چرا دولت هند نام ایران را در لیست سیاه قرار داد نوشت: در اقدامی غیر دوستانه دولت هند اخیراً نظام را از یکی از امتیازات دیپلماتیک مهم محروم کرد. اقدام هند در قرار دادن نظام در لیست سیاه اقدامی برآمده از محاسبات غلط و مبانی نسنجیده بود. خاطر نشان می شود کشورهایی در این لیست سیاه قرار می گیرند که تهدیدات امنیتی و تروریستی دارند. صندوق بین المللی پول طی گزارشی چشمانداز اقتصاد ایران تحت حاکمیت آخوندها را تیره و نامطمئن ارزیابی کرد. مارتین سرسولا، دستیار صندوق بین المللی پول در امور خاورمیانه و آسیای مرکزی، در بیانیه گفت که شوک‌های بزرگ و ضعف مدیریت در چند سال اخیر تأثیر مهمی در ثبات و رشد اقتصاد ایران داشته است. تورم و بیکاری بالا هستند، در حالی که بانک‌ها و بانکداری علائمی از ضعف از خود نشان می‌دهند. این در حالی است که به نوشته وال استریت ژورنال، بسیاری از اقتصاددانان می‌گویند اقتصاد ایران سال‌ها وقت می‌گیرد تا به حالت قبلی خود بازگردد، ولو اینکه تحریم‌ها برداشته شوند. متخصصین اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند در سال آتی بین 15% تا 20% تورم وجود خواهد داشت. سازمان خبرنگاران بدون مرز مستقر در پاریس در گزارش سالانه خود رژیم ایران را در ردیف بدترین ناقضان آزادی مطبوعات قرار داد. در این گزارش آمده است: رژیم ایران هر انتقادی از سیاست خارجیش را سرکوب می کند. در پایان سال 2013 50 روزنامه نگار و فعال اینترنتی در ایران در بازداشت بودند. گزارش سالانه این سازمان وضعیت آزادی مطبوعات در ایران را در میان 180 کشوری که مورد بررسی قرار داده در رتبه 173 ارزیابی کرده. بر اساس این گزارش تعداد خبرنگاران زندانی شده در ایران تحت حاکمیت آخوندها بعد از چین در رتبه دوم قرار دارد. ادامه خبرها.
خبرگزاری رویتر تضادهای اوجیابنده بین آخوند روحانی و سپاه پاسداران را در زمینه برنامه هسته‌ای و پهنه اقتصاد و سیطره سپاه بر منابع مالی مورد بررسی قرار داده است. به گزارشی در این باره توجه فرمایید. به گفته یک تحلیلگر، توافق اتمی ژنو و برچیده شدن برنامه هسته‌ای رژیم منافع سپاه را مورد تهدید قرار می‌دهد و آخوند روحانی از گرم شدن روابط با غرب در ازای حل برنامه اتمی استفاده می‌کند تا حضور اقتصادی سپاه را به نفع باند خود کم رنگ و در نتیجه نفوذ آنها را در کشور کم کند. در اینجاست که تنش میان سپاه و روحانی اوج می‌گیرد. به هنگام اجرای تحریم‌ها علیه رژیم ایران، وزارت خزانه‌داری آمریکا گفته بود سپاه بیلیون‌ها دلار تجارت دارد. تجارتخانه‌های سپاه من جمله شامل شرکت‌های ساختمانی و سهام در شرکت بزرگ ارتباطات است. این شرکت‌ها در مشارکت با ستاد اجرای فرمان امام که 95 بیلیون دلار ثروت دارد و تحت کنترل شخص خامنه‌ای است، به صورت تنگاتنگ کار می‌کنند. به این ترتیب در دوره تحریم‌ها سود سپاه بسیار بالا رفت. وزیر راه و ترابری کابینه آخوند روحانی می‌گوید این وزارتخانه قراردادی با شرکت ساختمانی خاتم برای تکمیل شاهراه تهران شمال ندارد. قرارگاه موسوم به خاتم یکی از بزرگترین شرکت‌هایی است که به وسیله سپاه اداره و کنترل می‌شود و رئیس آن پاسدار عبادالله عبداللهی است. وی چند روز قبل از آن گفته بود این شرکت با وزارت راه و ترابری قرارداد دارد. این تنها یکی از نمونه‌های گلاویز شدن این دو جناح است. بعضی از سرکردگان ارشد سپاه این را برجسته می‌کنند که توقف غنی‌سازی اورانیوم ممکن است یک سرازیری به سوی برچیدن کامل برنامه هسته‌ای رژیم باشد. البته در حال حاضر با توجه به حمایت خامنه‌ای و بحران‌های اقتصادی سپاه گزینه دیگری ندارد. پاسدار سنایی راد معاون سیاسی سپاه با اشاره به تجربه لیبی و سرنوشت قذافی می‌گوید معمر قذافی ابتدا قبول کرد برنامه هسته‌ای خود را برچیند اما بعد به وسیله غرب مولد حمله قرار گرفت و سرنگون شد. حکومت آخوندی به فساد فراگیر و فراجناحی در سر و پای نظام اذعان می کند. ارگان دبیر مصلحت نظام تحت عنوان بزرگترین بدهکار بانکی در همه دولت ها عزیز دردانه است می نویسد وقتی یک بدهکار بزرگ بانکی در دولت آقای خاتمی و همچنین آقای احمدی نژاد بوده و همکنون نیز در دولت آقای روحانی است، مشکل از کجاست؟ بحث 650 میلیون یورو مربوط به این فرد است. بزرگترین بدهکاری که بالای 15 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهی دارد ولی در هر دولتی عزیز دردان است. ارگان دبیر مصلحت نظام با اذعان به فساد بنیادین حکومتی می افزاید فسادهای ساختاری و نهادینه شده در ساختارهای اقتصادی کشور است که می تواند مانع رشد بخشهای مولد و سالم اقتصاد شود. ویژه‌خواری‌های ساختاری تأثیرات بسیار گسترده تری بر اقتصاد کشور و معضلات اجتماعی موجود دارد. ارگان دبیر مصلحت نظام در نتیجه گیری خود نوشته است سیستم اجرایی کشور بیمار است. این سیستم بیمار و راندخار پرور است. یک رسانه از باند ولی فقیه در مورد خیز باند رفسنجانی روحانی برای قبضه مجلس در انتخابات آینده هشدار داد و نوشت این جمع پشت پرده تلاش دارد بار دیگر به مثابه مجلس ششم بدون کمترین سر و صدای اجتماعی مجلس آتی را تسخیر کند. برای اثبات این ادعا کافی است محور اقدامات این جریان در 6 ماه گذشته مورد بازبینی قرار گیرد. حواشی سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان و همچنین در نوع برخورد تبلیغی دولت در ماجرای بارش برف در شمال کشور از این گونه اقدامات است. در حالی که رژیم مدعی شده بود که ناوهایش به مرزهای آمریکا رسیدند، در یک عقب نشینی فضاحت بار خبرگزاری نیروی تروریستی قدس مدعی شد که همکنون ناو گروه نداجا در دهانی اقیانوس اطلس و در آستانه ورود به آن است.
به دنبال ادعای توخالی رژیم مبنی بر رسیدن ناوهایش به مرزهای آمریکا، سخنگوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا این موضوع را تکذیب کرد و گفت هیچ اطلاعی مبنی بر اینکه چنین نیرویی نزدیک مرزهای آمریکا شده باشند ندارد.